چی شده؟ دستم به دامن تاقا پسرمو گرفتن. چرا گرفتنش؟ سه پاسبون اومد در خونه گفت دیشب رضا رفته بود دزدی گرفتنش. حتما اشتباه شده، رضا دزد نیست، اون بهترین شاگرد منه. رفتم دیدمش، گفت بیان پیش شما، بلکه شما بیان یه کاری بکن. آخه من چیکار میتونم بکنم؟ آقا ما همه امیدمون به شماست، این بچه که پدر نداره، شما بیان یه کاری بکنین بلکه نبرنش زندون. خیلی خوب، همینجا صبر کن، من برم کتامو بپوشم و بیام. کی بود؟ مادر رضا شاگردم. مادر رضا؟ آره، مادر اون شاگردم که میگفتم خیلی با استعداده. بابا جون، دو تومن بده. دیروز دو تومن گرفتی بابا؟ این روزا بچه مدرسه ها خرجشون بیشتر از آدم بزرگ است. بیا. مرسی، خدافظ. خدافظ. میگه دیشب رضا... بابا. چیه بابا؟ بابا جون. چی میگی بابا جون؟ میخوام ببینم یه دونه یه تومانی بیشتر به درد آدم میخوره یا 50 پول خورد. خب معلومه دیگه بابا جون، یه دونه یه تومانی. پس یه دونه هم بدیم برای اینکه 50 پول خورد به دردم نمیخوره. بیا. مرسی. خب من باید برم. رضا رو به جرم دزدی بردن کلانتری. میخوام برم اونجا یه کاری بکنم بلکه طفلک رو نبرنش زندان. تو چی کار میتونی بکنی؟ اگه دزدی کرده حقشه ببرنش زندان. من نمیتونم باور کنم رضا دزد باشه. این بچه بهترین شاگردیه که من تا به حال تو کلاسم داشتم. باید کمکش کنم. سلام. سلام. من اومدم ببینم چرا رضا رحیمی رو آوردن کلانتری. شما کیش هستین؟ من معلمش هستم. معلم؟ بله. رفته بوده دزدی. دفعه اولش هم نیست، یه مرتبه دیگه هم آورده بودنش اینجا، منتها چون بچه بوده بهش ارفاق کرده بودن. من اصلا نمیتونم باور کنم. این پسر از حیث درس و انضباط بهترین شاگردیه که من تا به حال داشتم. انشایی که مینویسه به قدری عالیه که اگه آدم ندونه مال کیه خیال میکنه یه نویسنده بزرگ نوشته. اون وقت یه نفر دیگه هم باش بوده، شاید اون به این کار وادارش کرده. به ما نگفتون کی بود، شاید به شما بگه. اجازه میدید ببینمش؟ بله بفرمایید. گریه نکن رحیمی، من حرفای اونا رو باور نکردم. من تو رو خوب میشناسم، تو پسر پاک و درستی هستی. گریه نکن جونم، گریه نکن. افسر کلانتری میگه یه نفر دیگه هم با تو بوده، مطمئنم که اون حتما این کارو کرده و تو بیگناهی. به من بگو کی با تو بوده. مگه نمیخوای از اینجا بیرون بری؟ میخوای ببرن دادسرا از اونجا یه سر بیفته تو زندان؟ بگو کی با تو بوده. من وقت زیادی ندارم، من برای خاطر تو اینجا اومدم. به من بگو کی باهات بوده. کسی با من نبود. خب خودت میدونی، دیگه کاری از اصلا بر نمیاد. اما اگه راستشو میگفتی یه کاری برات میکردم. به من نمیگی رضا؟ گفتم کسی با من نبوده. بهتون گفت کی باش بوده؟ نه، من به رئیس گزارش دادم، ایشون میگن باید بفرستیمش دادسرا. میشه من رئیسو ببینم؟ بله بفرمایید. خیلی خوب، بفرمایید. سلام. سلام علیکم. من معلم مدرسه پسری هستم که به جرم دزدی آوردنش اینجا. بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. جناب سرهنگ، من به این بچه خیلی علاقه دارم، برای اینکه بچه خوب و با استعدادیه. میخوام از شما خواهش کنم اونو نفرستین زندان. چرا نفرستم؟ پسر دزدی کرده، دفعه اولش هم نبوده، باید تنبیه بشه. منم معتقدم که باید تنبیه بشه. من خودم معلمم و در صورت لزوم شاگردا رو تنبیه میکنم. ولی تنبیه معلم یه محبت و دلسوزی همراه داره و شاگردو اصلاحش میکنه. در صورتی که زندان اثر خوبی روی فرد نمیذاره.
ممکنه اثر خوبی نداشته باشه، ولی زندان محلیه که برای اجتماع لازمه. مردم باید از یه چیزی بترسن که به هم تجاوز نکنن. جناب سرهنگ، اجتماع برای اینکه مردم به هم و مال هم تجاوز نکنن راه بهتری رو میتونه انتخاب کنه. چه راهی؟ راه تربیت و فرهنگ. باید به بچه یاد داد و فهمون که اگه دستشو به آتیش بزنه میسوزه، نه اینکه آتیش رو دستش بذارن که بچه حس کنه آتیش سوزنده است. این حرف شما کاملا درسته، ولی خب عده زیادی هستن که اگر 10 دفعه آتیش روی دستشون بذاری و بسوزن بازم دستشون رو به طرف آتیش میبرن. اون عده یا مریضن و حس تشخیص ندارن، یا تربیت غلط لاوالی و خرفشون کرده، و یا اونقدر احتیاج دارن که سوختن براشون مهم نیست. زندان نمیتونه دزدی و فساد رو ریشه کن کنه، ولی فرهنگ میتونه. اگه جامعه وسیله اولیه زندگی مردم رو تهیه کنه و به اندازه کافی مدرسه بسازه، دیگه احتیاج به ساختن زندان نداره. بیایید عوض این که این بچه رو با یه پرونده و یه پاسبان بفرستیدش زندان، با من بفرستیدش مدرسه. من و مدرسه بهتر میتونیم به این بچه کمک کنیم تا شما و دار و تدیم. شما حتما بچه دارید، دوستشون هم دارید. این بچه بی پدره، خیلی هم فقیره. حتما دیشب همون موقع که بچه های من و شما با شکمای سیر تو رخت خوابای گرم و نرمشون خوابیده بودن، این پسر از گرسنگی مجبور شده بود که لقمه نون دزدی کنه. اونم مادرش یه زن گرسنه، فقیر، بدبخت. چه انتظاری میشه داشت؟ من این بچه رو به ضمانت شما آزاد میکنم. امیدوارم همونطور که گفتین بتونین بهش کمک کنین و اصلاحش کنین. اگه مجددا خطایی ازش سر بزنه شما مسئول هستین. باشه، قبول میکنم. اون بچه رو مرخص کنین. امیدوارم در راهی که پیش گرفتین موفق بشین. متشکرم. اسم شما چیه؟ آینده. باشه که گیر بیفته. اصلا چرا این بچه بیگناه و وادار به این کارا میکنی؟ مردشونه یه لقمه نونو ببره که تو از راه دزدی به ما میدی. نخواستیم این نونو. پس چرا دیگه شیکه به ساب برده شما رو من سیر بکنم آخه؟ من نمیتونم این تنه علیلم کار کنم. علیلی تو تنبلی، فقط بلد بودی این بچه رو تو بغل من بذاری. چشمت کشه میخواستی بذاریش سر راه. خودت نگرش داشتی خودم نونش بده. دریا بزرگ و پهناور است. آب‌های دریا در زیر آفتاب بخار شده به صورت ابر بالا می‌رود. از ماهی‌های دریا برای غذا استفاده می‌شود. رودخانه‌های بزرگ به دریا می‌ریزند. بازم بخشنامه. هر روز یه بخشنامه جدید. بچه‌ها رو کتک نزنید. با آنها مهربانی کنید. بیا اینجا. بیا جلو. حق باز مزور. دیر اومدی هیچی؟ از اون گوشم یواشکی در میری که من نبینمت؟ کجا بودی تا حالا؟ چرا دیر اومدی؟
لال شدی؟ تا حالا کجا بودی؟ خونه. خونه چی کار میکردی؟ خوابت برده بود؟ نه خیلی. پس چی؟ تو کوچه با بچه ها بازی میکردی؟ دستاتو بلند کن. نه خیلی رفته. از دریا برای کشتیرانی هم استفاده میشود. رفته بودم انشامو بیارم. پول عکست آوردی؟ پول نداشتم. یه تومنم نداشتی ها؟ حالا بهت میگم، زنگ تفریح میای اینجا پیش من تا من تنبیهت بکنم. برو سر کلاس حالا. اون وقت میگن بچه ها رو تنبیه نکنید، کتک نزنید. اینا رو باید کشت. انشای دفعه دیگه تون بارانه. رحیم انشا تو که نوشتی؟ بله آقا. بیا بخون. دریا. دریای بزرگ آبی در زیر آفتاب برق میزد. نزدیک ساحل موجها که رنگ سفید داشتند و تون تون دنبال هم میدویدند و به سنگ ها خورده و برمیگشتند. خیلی دورتر از ساحل دریا بدون حرکت مثل یک بیابان آبی به نظر می رسید که در آخر به آسمان رسیده است. کشتی های بزرگ از دور روی دریا حرکت می کردند و قایق های کوچک ماهیگیری روی موجها بالا و پایین می رفتند. زیر ابرهای سفید آسمان آبی چند پرنده دریایی صف مرتبی درست کرده و به راه دوری پرواز می کردند. پایین تر از آنها مرغ‌های ماهی خار به این طرف آن طرف میچرخیدند و به دریا نگاه میکردند که طعمه خود را پیدا کنند. روی ساحل زیر آفتاب گرم مرغ‌های خسته دریایی نشسته و بالهای خیس خود را آفتاب میدادند. در میان تخت سنگ های ساحل پرنده تنها لانه کرده و به دریای بزرگ و پرنده هایی که با خوشحالی در آسمان میچرخیدند نگاه میکرد و حوصله پرواز نداشت. دریا خیلی زیباست. آفرین، آفرین. انشای قشنگی ننوشته بود؟ چرا آقا، چرا؟ براش دست بزنید. رحیمی، تو تا حالا دریا دیدی؟ نه خیر آقا. تو فیلمای سینما هم ندیدی؟ من تا حالا سینما نرفتم. پس تو چطور انشای به این قشنگی راجب دریا نوشتی؟ توی مجله چند عکس دریا دیدم. دیگه من باید برم سر کلاس. کلاس ما نمیایی؟ الان میام. آقای مدیر، همه بچه ها پول عکسشون نیوردن. حالا هرچی گرفتید نگه دارید تا فردا بقیهش جمع بشه. با. سلام. سلام. شاگرده های شما پول عکسشون آوردن؟ اغلبشون آوردن، الان ورزش دارن، میتونید برید ازشون بگیرید. حال شما چطوره؟ به مرمت شما، ببخشید یکمی صبح دیر اومدم. میدونم، رئیس کلانتری بهم تلفن کرد. شما از استعداد این بچه خیلی تعریف میکردید. عجیبه که این کارو کرده. چیزی ندزدیده بود، فقط بهش زنین شده بودن. حتما رفته بوده دزدی. وقتی هم شاگرد دزدی تو مدرسه است باید بیرونش کرد. آقای مدیر، اگه ما این شاگرد الان بیرون کنیم به فاسد شدنش کمک. من میگم باید بیرونش کنیم آقای مدیر. من خودم تصمیم میگیرم. شما برید پول عکس‌ها رو جمع کنید. درست حل کردی. حسابت خوب شده. حالا برو اون یقه سفیدتو بشور. چرا خوشحالم که فردا بعد از ظهرم میریم کرج. فی
فکر میکنم این گردش دو سه روزه در روحیه بچه ها خیلی تأثیر بکنه. آره براشون خیلی خوبه، یه خورده تفریح میکنن. شمسی میخوام رضا رو با خودمون ببریم. رضا کیه؟ همون شاگردم. نه خیر لازم نیست، یه بچه دزد رو برداریم ببریم اونجا به بچه هامون دزدی یاد بده. این بچه دزد نیست شمسی. چطور دزد نیست؟ هنگه دزد نبود نمی بردنش کلانتری. اون یه سوء تفاهم بود، رضا بچه با ارزشی، باید کمکش کرد. چرا همه این کمک رو تو باید بهش بکنی؟ برای اینکه من معلمم، وظیفه‌م تا اونجایی که میتونم بهش کمک کنم. این بچه در ادبیات نبوغ داره، نباید گذاشت این همه استعداد از بین بره. مگه نمیدونی مامانم چه اخلاقی داره؟ اون هیچ وقت راضی نمیشه یه بچه دوست تو خونش باشه. این بچه دوست نیست شمسی، چرا نمیخوای بفهمی؟ من مخصوصا رضا رو میارم تو زندگی مجلل مادرت که ببینه دنیا فقط منحصر به یه اتاق سرتون حمام نیست، جاهای قشنگتر و چیزای بهترم داره. میخوام این چند روز روحیه‌شو عوض کنم، به زندگی خوشبینش کنم. از تو هم که زنمی توقع دارم به من کمک کنی. دیگه برای من معلم شناس شده، میخوای باش گردشو تفریح بری؟ آخه به تو چه مربوطه؟ چند روز تعطیلشو بذار بره یه نفس بکشه. پس تکلیف کری اتاق چی میشه؟ مگه نهیده اومده بود جلو پلاستمونو بریزه تو کوچه؟ درک که انداختنمون تو کوچه، تا حالا سرتون همون زندگی میکردیم بعدم تو کوچه میخوابیم. من دیگه نمیذارم این بچه رو با خودت این برون بر ببری باز گیرش بندازی. خفه خون، من هر وقت برم اون باز با من بیا. من نمیذارم ببریش. غلط میکنی، این دفعه اگه بخوای با خودت ببریش میرم کلانتری خبر میدم. خب چه غلطی کردی؟ مادر جون چرا میدونم کن؟ نزن مادرمو، ولش کن، نزنش دیگه، نزنش دیگه. یه خبر کلانتری؟ حتی از من میخوای شکایت بکنی؟ میکشمت. رضا. بله. باش به اینجا. بله. به جام. چشم. بهمون تا روز شنبه مهلت دادن دو ماکره عقب افتاده اتاقو بدیم. اگه این 25 تومن رو تهیه نکنیم میریزنمون تو کوچه. یه جایی رو پیدا کردم که باز فردا شب بریم بزنیم. فردا صبح که رفتیم عرصه به معلمت بگو باشون نمتونی بری، فهمیدی؟ بله. اگه یه کلمه به کسی حرفی بزنی هم تو رو میکشم هم ننه تو. هیچ نمیگم. برو بیکی بکم. دردت اومد؟ الهی دستت بشکن، بری زیر ماشی. مادر جون قصه نخور، گریه نکن، خودم بزرگ میشم تلافی میکنم، همه چی برات میخرم، پیرم میخرم، چادر میخرم، یه خونه هم میخرم. خدایا چرا اینقدر ما بدبخته؟ سب کن مادر جون، بزرگ بشم همه چی درست میشه. خدایا من چرا بزرگ نمیشم؟ بزرگ میشی مادر جون، بزرگ میشی، آقا میشی،
این کارا رو که گفتی میکنی. بلند شو، تو سفره یه خورده نون و پنیر هست، وردار بخور، گشنه نخور. مادر، من خیلی دلم میخواد با آقای آینده برم کرج. من آقای آینده رو مثل پدرم دوست دارم. دلم میخواد برم اونجا با بچه هاش بازی کنم. اونا خوشن، همیشه غذاهای خوب میخورن، اما ما همیشه اینجا گرسنه. سر و صدا را انداختی؟ چرا نمیذاره بخوابی؟ هم تو بیداری باعث زحمت، هم تو خواب. Yeah.
از این پول که برای عکس بچه ها جمع کردم 25 تومنش کمه و من به هر ترتیبی شده دزدشو پیدا میکنم. تعجب در اینه اون کسی که شبانه توی مدرسه آمده و قفل شکسته چرا همه پولو نبرده؟ این کار یه دزد با سابقه و آدم بزرگ نیست آقای مدیر و من حد دارم که جز رضای رحیمی هیچ کس این کارو نکرده. شما هیچ دلیل و مدرکی ندارین و نباید به اون تهمت بزنین. وقتی که رفتم پولو جمع کنم چارچشمی پولای تو دست من نگاه میکرد، بعد گفتم پولا تو دفتر میمونه تا بقیه‌اش جمع بشه. اجزا آقا بیا جلو، جلوتر. لابد میدونی چرا صدات کردیم ها؟ نه خیر آقا. نمیدونی ها؟ حتی نمیدونی که دیشب دزد اومده بود تو مدرسه و 25 تومن دزدی کرده بود؟ شنیدم که دیشب دزد اومده تو مدرسه. بچه‌ها میگفتن. تو خودت نمیدونی ها؟ چند تا سوال ازت میکنم، باید درست جواب بدی. درست گوش کن پسر جون، اگه خودت حقیقتو بگی نمیذارم پاسبانا که میان اینجا ببرنت کلانتری. قرار نبود پاسبان بیاد اینجا آقای مدیر. باید به من بگی دیشب چه کردی؟ دیشب خوابیدم. وقتی داشتی میرفتی خونه با کس صحبت نکردی؟ نه خیر آقا. وقتی رفتی خونه کی اونجا بود؟ مادرم و خواهرم و شوهر مادرم. دیگه از خونه بیرون نرفتی؟ نه خیر. با مادر شوهر مادر راجب چی صحبت کردین؟ به اونا گفتم امروز بعد از ظهر آقای آینده میخواد منو ببره کرج. خب اونا چی گفتن؟ مادرم گفت که آقای آینده اجازه منو ازش گرفته که برم کرج. شوهر مادر چی گفت؟ شوهر مادر چی گفت؟ جواب بده. گفت که گفت چی؟ زود بگو. گفت که من نباید برم. چرا نباید بری؟ برای اینکه برای اینکه چی؟ یالا برای اینکه ما پول نداشتیم که چی؟ تو اون جواب بده که پول برای چیز بدیم. پول برای چی بدی؟ یالا حرفتو تموم کن. برای کرایه. برای کرایه چی؟ برای کرایه. برای کرایه. برای کرایه چی؟ برای کرایه چیز. برای کرایه ماشین. آقای آینده نمیذارم من سوال بکنم. مادرش گفت کرایه ماشینشو بهش بده، من گفتم نمیخوام. حتما به شوهرش گفته به رضا پول بده، اونم نداشته گفته نمیخواد بره. آره همینطوره رحیمی. بله آقای مدیر. آقای آینده نذاشته من درست سوال کنم. این وضع سوال کردن نیست. شما خیال میکنین یه دادستان اینو دارین یه جانی رو محاکمه میکنین، ولی من میدونم اون پولو برداشته. از کجا میدونین چیزی که نتونستین ثابت کنین؟ آقایون آقایون رحیمی تو برو بیرون. برو بس دیگه آقایون، دیگه راجب این موضوع حرف نزنید. برای پولم یه فکری میکنم. خداحافظ آقای وکیل مدافع. امیدوارم موکلتون سهم شما رو هم کنار گذاشته باشه. اشتباه اغلب ما فرهنگی ها اینه که خیال میکنیم ما رو فرستادن اینجا که با خشونت و کتک چند تا لغت و یه مش فرمول خوش تو کله شاگردا فرو کنیم، در صورتی که ما یه چیزی رو فراموش کردیم و اون محبته. وقتی یه پدر و مادر بچه‌شون رو میفرستن پیش ما، انتظار دارن که ما در درجه اول بهش انسانیت یاد بدیم. سرچشمه انسانیت هم محبت. وظیفه ما اینه که قبل از هر چیز به این بچه‌ها یاد بدیم محبت یعنی چه. بهشون نشون بدیم که دوستشون داریم، یادشون بدیم که همدیگر رو دوست داشته باشن. اگه من به این بچه محبت میکنم آقای ناظم، برای اینکه وظیفه‌مه. وظیفه شما هم هست. شما تو نمیای؟ نه یه سری میزنم باغ بعد میام. آره بیا در صندوق باز کنید. یواش رو چمنا ندوی. سلام.
حال تو خوبه؟ بله. به گلا دست نزن اینا. نخه. این کیه؟ این رضا شاگرد بابامه. سلام مامان جون. سلام. رضا اون کار برای رکوم میبینی؟ آره. اونجا رو بابام ساخته، خیلی قشنگه. اصلا میریم نشونه میدم. حالا ببریم رو تراس. بده. چه جای قشنگی. باقی مام از اینجا معلومه. آره. بریم تو کلبه. بریم. ما این روز اومدیم اینجا کباب درست کردیم، اینقدر خوب بود. اون تنها برای بابا اینجا آویزون کرده. پرسد بابا از یه چوپون اینجا یه بره خرید، چوپونه کشتش آویزونش کرد اینجا پوستش رو کند. فهمیدی؟ حیوانی بره. آره، یه بره سفید قشنگی بود. راحت شد، هر کی بمیره راحت میشه. من دیدم یه دفعه یکی رو دار زدم. کیو؟ پدرم. چجوری دیدی؟ پدرم چند وقت زندان بود. ما گاهی وقتی میرفتیم میدیدیمش. یه روز صبح زود مادرم از خواب بیدارم کرد، گو بلند شو بریم بابا تو ببین، اگه امروز نبینیش دیگه نمیتونی ببینیش. وقتی رسیدیم سر تو خونه دیدیم مردم جمع. اون وقت یه ماشین اومد و چند تا پاسبون ازش پیاده شدن، پدرمو بردن سمت دار. پدرم خیلی ترسیده بود، زیر بغلشو گرفته بودن که نیفته. بعد یه کاغذ جلوش خوندن. اون وقت یه پاسبون تناب انداخت به گردنش، بعد گذاشتنش بیه چارپایه و پاسبونه تنابو کشید. هی کشید، هی کشید. پدرم رفته بود بالا، هی پاشو تکون تکون میداد، مثل اینکه تو هوا داشت میرخصید. اما پاسبونه بازم میکشید، هی میکشید. پدرم رفته بود خیلی بالا، اما پاسبونه هنوز میکشید. من داد زدم نکش، دیگه نکش، مرد، مرد. پدرمو ول کن، اما هنوز میکشید، هنوز داشت تنابو میکشید، بازم داشت میکشید. اونها اونجا بستده. دیگه نکش، دیگه نکش، مرد، مرد. هنوز داره میکشه، هنوز داره میکشه. چیه رضا، چی شده؟ به من نگاه کن. پاسبون اونجا، اونجا بستده. اینجا پاسبان نیست، تو خیال میکنی. خودت برگرد نگاه کن، دست تو هر رو صورتت برده نگاه کن. اونها نگاه کن، هیچ کس نیست. دیدی کسی نیست؟ میخواییم بریم خرید.
این شب شب تولد مامانه تو بود. این پولو بگی تو و سعید یه هدیه برای مامانتون بخرید. پنجشنبه برای هر دومون کمه. نه خیلی بسه. هدیه بچه ها نباید زیاد گرون باشه. بری. چشم خانم خدمتگزارم. بفرمایید. من این داداشم میخوام یکی یه هدیه کوچیک برای مامانمون بخری. زیاد گرون نباشه. این صندوق سینا رو ببینم. من صندوق سینا نمیخوام. اینا یکی چنده؟ 7 تومن خانم. اوه چی گرون؟ ما میدیم 7 تومن، اون بغل دستو میده 9 تومن. این صندوق چنده؟ 5 تومن جون. 5 تومن؟ بله. اینو گفتین چنده؟ گفتم 9 تومن. تو که گفتی 7 تومن. نه خانم، اون بغل دستیمو میده 7 تومن. آقا این تو بودیم ببینیم چنده؟ 5 تومن جون. چرا همیشه اینجا 5 تومنه؟ برای اینکه 6 تومن نیست. آخه مامان توپ میخواد چهار تومن. چرا میخواد؟ بیا سعید مایی دیگه میشه توپ ازش گرفت. آخه بیارزه، چرا پولی دادی؟ خودش گره. این صندوق چنده؟ 7 تومن. چرا 7 تومن؟ خب 5 تومن. چرا 5 تومن؟ روسری چطور شد؟ نمیخوام، به اندازه کافی پول خرج کردن. بریم. دعوا داره. چه دیگه؟ تولدت مبارک عزیزم. مرسی. بیا مادر، انشالله همیشه سلامت باشی. آه مرسی ماما. تبریک عرض میکنم. مرسی جونم. تبریک. آه مرسی عزیزم. قشنگه. آفرین رضا، خیلی قشنگه. رضا چه سلیقه خوبی داره. آره خیلی قشنگه. به مامان که تو ببین. خب من دیگه باید برم. خداحافظ. خداحافظ. منم باید تو سر خیابون میام. رضا رو میرسونیم به اتاقش. باشه. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر جون. معلوم میشه از هدیه ما خوشتون نیومده. او چرا، خیلی هم خوشم اومده. از اون گلبن خیلی خوشتون اومده. آخه اینم قشنگه. اون گلبن دوزیه. چی گفتی؟ رضا اون گلوبند از خرازی فروشی دوزیده. اون پول نداشت اونو بخره. من دیدم تو خرازی فروشی به گلوبند ها ور میرفت. تو مطمئنی که اونو نخریده؟ بله مامان، باور کنی راست میگم. من این گلوبند تو خرازی فروشی دستش دیدم. میدونم که نخرید. این پسره آدم نمیشه. الان بهش خالی میکنم که یه بچه دوز جاش تو خونه من نیست. آفرین رضا، تو منو جلوی فامیلم رو سفید کن. برو راحت بخواب. من میرم این آقا رو سر خیابون برسونم. شب بخیر. شب بخیر. پسر با ارزشی. بله پسر خوبی بود. شما نمیدونید چقدر باعثه. میخوام بگم بی‌نظیر. Thank you.
ادامه داستان جنایی دیشب. دزدان پس از سرقت بانک مورد تعقیب پلیس قرار گرفتند. تونتر برو، نه ترس ترسو. باید به جان پیدا کنید و ایلا میکشنه. خدای من به هم ره دیگه از این کنید. دوستی کسی که حق ماست کارت به جای کشته که تو خونه منم کسی دزدی میکنی؟ من از اول میدونستم که تو قابل نیستی تو خونه من باشی. تقصیر داماد منی. امشب بهش میگم که تو دزدی. فردا صبح اول وقت باید از اینجا ببرتت. نه، تو رو خدا بهش نگید، به آقای آینده نگید، ازتون خواهش میکنم. نگم که تو این خونه بمونی یا بازم دزدی کنی. دیگه از این کارا نمیکنم. من پیش آقای آینده آبرو دارم. اگه تو آبرو داشتی دزدی نمیکردی. خواهش میکنم نگید. نگید، من آبرو دارم، غلط کردم. به شما قول میدم خودم از اینجا برم. باید بهش بگم که آدم خودشو بشناسه تا دیگه به هر کس و ناکسی اطمینان نکنه. نگی نگی خودت رو خواهش میکنم. خدای من رو بخواهد مواظب باش، داری یه سمت طرف به پیچین طرف، به پیچین طرف، به طرف رودخونه بیافتیم تو آب بهتره. داری میریم به سمت طرف، به طرف رودخونه. رودخونه بیافتیم بهتره، تو رودخونه بیافتیم بهتره. بهتر از اینه که گیر بیفتی یا به ترن بخوری. تو نمیترسی؟ نه نمیترسی. برو به ترن، دیگه نمیترسی. حالا دیگه از این چیز نمیترسی. مواظب باش، فقط مواظب باش توی جای گود رودخونه بیفتی. بپیچی تا بیشتر بپیچی. یالا اگه یه ثانیه زودتر از اون خطر نشین میخوری به ترن. محکم بشین، وقتی ماشین رو کنه دره بکنه بپن. واسه امشب حس کردم که زحمتام داره به نتیجه میرسه. دیدی گفتم که این بچه قابل اصلاحه؟ دیدی گفتم که این بچه با ارزشیه؟ میدونستم. چی؟ یعنی چی؟ چی شده؟ این گلوبند دزدیه. رضا اونو از تو خرازی فروشی دزدیده. این حرف دروغه. دروغ نیست. وقتی ما تو خرازی فروشی خرید میکردیم اون چیزی نخرید. من باورم نمیشه رضا اونو دزدیده باشه. همین فردا صبح اول وقت باید ببرش بدیش دست مادرش. من نمیتونم حالا این بچه رو از اینجا ببرم. ما دو روز دیگه اینجا هستیم. هممون با هم میریم. این خونه من، اختیارش هم دست خودمه. این پسر دزده همین فردا صبح هم باید از اینجا بره. شب بخیر. Thank you.
کارتو کردی، اما این بچه اصلاح نمیشه. بی خود وقت خودتو تلف نکن. تو دوتا بچه داری، باید به بچه های خودت برسی. بچه های خودم یه خونه زندگی راحتی دارن و شام و نهارشون هم مرتبه. یه بابا ننه تحصیل کردم دارن که نظرن فاسد بشن. اما اون بچه چی؟ چقدر خوب بود که ما همش تو آینه نگاه نمی کردیم. گاهی وقتی هم رومون اون طرف می کردیم ببینیم اونا دیگه چی کار میکنن، روز چی میخورن، شب کجا میخوابن. ندوزیده بود؟ نه ندوزیده بود. همونطور که شما گفتید رضا دوز نیست. حرف شما درسته، شما اشتباه نمی کنید. اوه فرج من، چقدر خوشحالم کردی. دخترم از تو ممنونم، یک دنیا ازت ممنونم که راستش گفتی. اگه دیدی یک کمی به رضا محبت کردم، برای این بود که اون بچه احتیاج به محبت داشت. بله از دوستی من نسبت به تو و سعید کم نشده. شما بچه های منید، عزیزای دل منید. بلند شو برو بخواب. برو بخواب. ناراحت نباش جونم. شکست نخوردم. اومدی دلم کن خوابم میاد. صدا تو ببر، تو با این دیلم نزدم تو مغزت. میخوای ننت بیدار شه دوام رو فرا بندزاره؟ من نمیخوام بیام، من نمیخوام دیگه با تو بیام. ببینم گوش کن، چند شبه که من مواظب این خونم، همشون این چند رو تحتی رفتم بیرون. از دل دوزی افتاده به دوزی من دیگه خسته شدم. اگه امشب حواستو خوب جمع کنی پول خوبی گیرمون میاد. تا مدت خیالمون تخت تخت. بیا برگردیم، من دیگه نمیخوام دزدی کنم. بیا خون گیرا بیفنم. Thank you.
میکنم. تو گشتش، تو گشتش، میرم به پلیس خبر میدم. به پلیس خبر میدی؟ تو رو هم بکشم. اینجا اینجا نمیخوام اونو ببینم. تو گشتش. میبرم تو تو به حتی سرش میارم که هیچ شنف هم من کشتمش. بعدا میام تو رو میکشم. لو دادن منو به گور ببری. بلم کن چه جونم میخوای. نشه صابخونه رو اپله ها بردم پایین. همه خیال میکنن اپله ها افتادم مرده. اونا نگاشون جلو
دادم برسه دیگه میخواد برو بروش. بابا چه خبره؟ چی شده؟ کی میخواد تو رو بکشه؟ ها؟ همینه، این یه آدم کشته، حالا میخواد منم بکشه. آقا شما آدم کشته؟ دروغ میگه آقا، بچه خواب دیده، پسرم زده به سرش. بزرچون بیا بابا باد برو خونه حیاک و خجارن. نه من نمیرم. برش دار ببر. نه با این دروغ میگه، من خواب ندیدم. این دوره همه شون باعث داره سر. من میدونی، من میدونی. آی خانم، خانم دستم به دامنتون، من از دست این نجات بدید. چی شده پسر جون؟ این میخواد منو بکشه. شما گرفتی، خیلی ازتون ممنونم. بیا جون، ببینی، بیا، ببینی، نصف شب خونه فرار کرده. دروغ میگه، میخواد منو بکشه. ولم کن، ولم کن، بذار برم. آخه چرا میخوام تو رو بکشم بابا جون؟ خواب دیده، یه خواب خیلی بد دیده، از خونه فرار کرده. بیا بریم پسرم، بیا بریم. نذاری منو ببری، این پدر من نیست. صبر کن ببینم، شاید این راست میگه، تو پدرش نباشی. چطور ممکنه خانم من باباش نباشم؟ اگه باباش نبودم این وقت شب تحمل این همه اذیتاشو نمیکردم که. بگو ببینم این پدرت نیست؟ آره والا راست میگم. ازش بپرسین من کیشم. این کیته؟ به خدا پدرم نیست، شوهر مادرم. میخوای مطمئن شی من کیشم؟ بله آقا، من ناپدریشم، از بچگی بزرگش کردم، حالا داره تلافی میکنه. بیبریم خواهر. میخواد منو بکشه، این آدم کشه، نذاری منو ببره. خیالاتیه، گاهی وقتا میزنه به کلش. شاید این بچه راست میگه، بذار یه پاسبان صدا کنم. بیا بریم جانم، شوهر مادرشه، بچه فرار کرده، میخواد ببردش خونه تنبیهش کنه، حالا این میترسه. درست خدا بیاریم. حالا که گذشت، اما من خیالم برای اون بچه ناراحت. تو همیشه خیالت برای مردم ناراحت. با وجود این دلم میخواست یه پاسبان پیدا میکردیم و بهش میگفتیم. اونها یه پاسبان.
دست من بکنم یه رو بطلق کن دست من بشنم بلند شو تو بلم کن به بلند شو بلند شو من یه ساعتی میخوام از خواب بیدارت کنم بلند نمیشی بچه ها بیدار شدن مامان رضا رفته این کاغذم نوشته گوش کنی آقای آینده عزیز من میدونم که پسر خوبی نیستم ولی لیاقت ندارم که معلم مهربانی مثل شما به من کمک بکنم ولی این را بدانید که من شما را مثل پدر خودم دوست دارم امروز من هم میخواستم مثل فرح و سعید برای خانم هدیه بخرم اما پولم کم بود و اون وقت مجبور شدم اون را بدزدم شوهر مادرم به من یاد داده که هر چرا نداشتم بدزدم ولی حالا میبینم که بد کاری کردم و شما همه از من بدتون اومده من دیگه لیاقت ندارم که در خانه شما بمانم و دیگر هم هیچ وقت روی این را ندارم که شما را ببینم و دیگر هم به مدرسه نمی آیم میخواهم از شما خواهش کنم حالا که خانم از آن گلوبند خوششان آمده 5 تومان به خرازی فروش بدهید و آن را نگه دارید همین که من 5 تومان پول داشتم آن را به شما میدم امیدوارم همه شما مرا ببخشید ماما من دارم برای رضا خیلی میسوزه بلند شو برو پیداش کن بابا شما نمیدونین اتاق رضا کدومه؟ گفتم اتاق رضا کدومه؟ بد نیست این رضا که اینجا میشینه نمیشه تیم الحمدلله هی این رضا که اینجا میشینه اتاقش کجاست؟ اتاقش اونجاست اما مادرش اینجاست سلام رضا کجاست؟ چی شده؟ شما نمیدونی؟ نه بگو ببینم چی شده؟ مگه قرار نبود رضا این چند روز پیش شما بمونه؟ چرا؟ دیشب من خودم بردم به اتاقش که بخواب صبح که بیدار شدیم خونه نبود دیشب اومده بوده اینجا من خواب بودم به نظرم شوهرم باز همراه خودش بردتش اون وقت پاسبان شوهرم رو گرفته رضام فرار کرده طفلک پسرم نمیدونم حالا کجاست شوهرم تو کلانتریه حالشم خیلی بده خدا کنه بمیره از دستش راحت بشم تمام این بلاها رو اون به سر این بچه بیگناه ها برده حالا نمیدونم رضا از ترس کجا خودش رو گمه گور کرد چقدر باید بدبختی میکشه بیا بالا بیا بالا اونجا چی کار میکنی؟ بیا بالا بابات کجاست؟ بابام الان اومد رفته بود عقب تو به بابام بگم تو اومدی برای دلواپس شده نه نه تو رو خدا نگو حالا نگو خونتو نرفتی؟ نه چرا؟ ترسیدم پاسبون بیاد بگیرتم
خیلی دلم برات میسوزه. میخوای خوراکی برات بیارم؟ خیلی گشنم. از دیشب تا به حال هیچی نخوردم. همینجا باش میرم میارم. والا رضا اینجا پیش ما بود. ما خیلی ازش توجه کردیم. اما دیشب تا حالا گم شده. به مام نگفته کجا میخواد بره. بنابراین من نمیدونم الان کجاست. در هر صورت باید بیان کلانتری. دستور آقای رئیسه. خب اون بچه که تقصیر نداشته. شوهر مادرشون رو مجبور به دزدی میکرده. حالا که اینجا نیست. آقای آینده ضمانت اون بچه رو کردن. حالا اگه اینجا نیستش خودشون باید تشریف بیارن کلانتری رو توضیح بدن. چرا میخوام بابامو ببرم؟ برای اینکه آقای رضا گم شده. به نظرم باز یه دست گلی آب داده. با رضا چیکار دارین؟ شوهر مادرش دستگیر شده. رضا رو باید ببریم کلانتری که ازش بازجویی بشه. باید پیداش کنیم. اذیتش نمی‌کنی؟ نه خانم. رضا دمی گل خونه است. خیلی خوب بیبری. نه صبر کنی. بذاری من برم بهش بگم شما کارش نداری. اون از پاسما خیلی میترسه. پس برو. رضا نیست رفته. به نظرم رفته تو کلبه. Thank you.
زن و زنده باشه. زنده هست؟ برو امبولانس خبر کن. رضا جون چشماتو باز کن، به من نگاه کن، چشماتو باز کن، چشماتو باز کن، نفس بکش، نفس بکش، به خاطر من نفس بکش، نفس بکش، نفس بکش، تو رو پسر خودم میکنم، همه کاری برات میکنم، دیگه نمیذارم کسی اذیتت بکنه، نفس بکش، نفس بکش، تو پسر من هستی، باید زنده بمونی، تو نباید بمیری، من نمیذارم تو بمیری، تو نباید بمیری، نفس بکش، نفس بکش، یالا یالا خوبه باریکلا رضا باریکلا، نفس بکش، نفس بکش، نفس بکش، نفس عمیق، نفس بلو، باریکلا، زودتر چشماتو باز کن، ببین، ببین رضا جون، من هستم، رضا جون، من هستم، آینده، معلمت که خیلی دوستش داشتی، با تو هستم، نفس بکش، نفس بکش، باریکلا، نفس بکش، یالا، نفس بکش، خوب شدی، نه، نمیدارم تو ببینی، آفرین، باید نفس بکشی، چشماتو باز کن، چشماتو باز کن، چشماتو باز کن، تو نباید بمیری، تو نباید بمیری، فهمیدی چی گفتم؟ من نمیذارم تو بمیری. آبرکلا، آفرین پسرم، خوب شدی. نفس بکش، نفس بکش جونم، نفس عمیق. آها، بلندتر، رضا، باریکلا، باریکلا. رضا، خب، سرتو بلند کن، بلند کن سرتو. حالا نفس بکش، حالا جا اومد. زبونتو درار، درار جونم زبونتو، درار. آها، بیشتر درار. بیشتر دارم؟ آه باریکلا خوب شدی، حالا دیگه راحت شدی، همه چیز تموم شد، همه چیز تموم شد رضا جون، حالا همه میدونن تو بیگناهی، پاسبان اومده بود بگه تو بیگناهی، با تو کاری نداره، حالا دیگه همه میدونن تو پسر خوبی هستی، همه میدونن تو پسر خوبی هستی رضا جون، بلند شو ببرم دکتر، بعد هم میبرم پیش خودم، تو دیگه پسر من هستی رضا جون، نفس بکش، نفس بکش جونم، نفس بکش، بیشتر بیشتر، چشماتو باز کن رضا، رضا با تو هستم. آه باریکلا، آها نفس بکش، تکون بخور. آه رضا، رضا با تو هستم، منم. دیدی فرح؟ فرح جون دیدی؟ گفتم حالش بهتر میشه. آه رضا جون، رضا جون تو پسر منی، حالا دیگه خوب شد، بلند شو، بلند شو، بلند شو، حالت خیلی خوبه دیگه، بلند شو، رضا، رضا جون، رضا، حالت خوب شد، نگاه کن رضا، منم آینده، معلمت رضا جون، رضا، رضا، نگاه کن، من آیندم، آیندم، معلمی که اینقدر دوستش داشتی، ببین جونم، حالت خوب شد، یه نفس بلند بکش، ناراحت نباش جونم، دهنت باز کن، نفس بکش، آها، نفس بکش، خیلی خوب، الان میبرم دکتر، هیچ ناراحت نباش، الان میبرم دکتر، بعدم از اونجا میریم خونه، میبریم فرج جون، بیا، خودت بیا.